به نام خدا. سلام و عرض ادب دوستان، من محمد رضا فلفلانی، مشاور سرمایه گذاری و معاملگر بازارهای مالی هستم و در این آموزش قصد دارم بازار فارکس رو به شما معرفی کنم. ابتدا لازم هستش که مرور کوتاهی بر تاریخچه بازار فارکس داشته باشیم. احتمالاً میدونید که در بازار فارکس ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر معامله میشن. ما اغلب شنیدیم که در یه بازه از زمان سیستم پولی دنیا بر اساس طلا برقرار بود و با توجه به اینکه آمریکا دارنده درصد با اهمیتی از طلای دنیا بود، رابطه ثابتی بین نرخ اونس طلا و دلار برقرار شده بود و اگر علاقمند هستین راجع به این موضوع بیشتر بدونین، پیشنهاد میکنم راجع به توافق برتون وودز جستجو کنین. اما از یه سالی تقریبا حوالی این نقاط از نمودار ملاحظه می کنید که با شوک نیکسون توافق برتون وودز زیر سوال رفت و نرخ ارزها در برابر یکدیگر به صورت شناور تعیین می شود. و همونطوری که می دونین در واقع نرخ ارز مقداری از واحد پول ملی هست که من حاضرم بپردازم تا پول کشور دیگری رو به دست بیارم. این نکته حائز اهمیته که بدونیم نرخ ارز بیانگر مقایسه اقتصاد کلان دو کشور مختلف با یکدیگر هست و هر چقدر که وضعیت اقتصادی در یک کشور محکمتر و باثبات‌تر و بهتر باشه به لحاظ انواع و اقسام شاخص‌های اقتصادی، نرخ اون ارز در برابر ارز کشور دیگر میتونه بالاتر و قوی‌تر باشه. در ادامه آموزش به مبانی بازار فارکس میپردازیم. اولین چیزی که در بازار فارکس باهاش مواجه میشیم نامگذاری ارزها هست که عموماً به صورت مخفف سه حرفی هست و مبنای این مخفف هم در واقع استاندارد ایزو 4217 هستش. همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید در این استاندارد ما ارز هر کشور رو با یه مخفف سه حرفی میبینیم. به عنوان مثال اینجا فرانک سوئیس با CHF نشون داده شده و یا EUR بیانگر یورو اتحادیه اروپا هست. اما نکته بعدی بحث مفهوم جفت ارز هستش، به این معنا که ما وقتی که راجع به نرخ ارز داریم صحبت میکنیم در واقع داریم دو تا ارز رو در برابر همدیگه قرار میدیم دیگه. مثلا من اگر امروز میپرسم یورو چند هست، در واقع دارم میپرسم یورو چند تومن هست. پس اینجا با مفهومی تحت عنوان جفت ارز مواجه میشم که بیانگر مقایسه اقتصاد دو کشور مختلف است. به اون ارزی که در ابتدا میاد میگیم ارز پایه. به عنوان مثال یورو دلار یکی از جفت ارزهای رایج و پرمعامله در بازار فارکس است. در یورو دلار یورو ارز پایه هستش. اما یکی دیگه از مفاهیمی که ما باید بدونیم جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای کراس هست. جفت ارزهایی که در یک طرف یا طرف چپ یا طرف راست شامل دلار آمریکا که با USD نمایش داده میشه هستند، اصطلاحاً میگیم جفت ارزهای اصلی مثل یورو دلار یا دلار ین یا پوند دلار، دلار چف که این CHF مربوط به واحد پولی کشور سوئیس یا فرانک سوئیس هست و الی آخر. اما جفت ارزهای کراس چیا هستند؟ جفت ارزهایی که دلار رو شامل نمیشن مثل پوند ین و الی آخر. این نکته رو هم داخل پرانتز عرض بکنم که جفت ارزهای کراسی محبوب تر هستند و پرمعامله تر هستند که شامل یکی از این سه ارزی که میگم باشن، یورو، ین یا پوند که با مخفف GBP نمایش داده میشه. اینها عموما جفت ارزهای کراس متداول و پرمعامله هستند. اما به طور کلی عمده نقدینگی و معاملات بازار روی جفت ارزهای اصلی به خصوص یورو دلار هست. در ادامه بایستی بدونیم که بازار فارکس در 5 روز از 7 روز هفته فعال هست و فعالیتش هم به صورت 24 ساعته هست، یعنی از روز دوشنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته فعال و باز هستش. البته بازار فارکس اصطلاحاً OTC یا Over the Counter هست و محل فیزیکی مشخصی نداره و به صورت بین بانکی و در بستر اینترنت و به صورت غیر متمرکز کارش رو انجام میده.
عمده بازیگران این بازار هم بانک‌های مرکزی دنیا، بانک‌های تجاری دنیا و همچنین مؤسسات مالی مثل جی پی مورگان، بانک‌های سرمایه‌گذاری و حتی شرکت‌های بیمه و غیره هستند. و در ادامه این موضوع، معامله‌گران خرد مثل ما هم در این بازار به واسطه کارگزاری‌ها یا بروکرها فعالیت می‌کنیم. عوامل مؤثر بر بازار هم همونطوری که احتمالاً میتونین الان حدس بزنین با توجه به شناخت اولیه که حاصل شده، قاعدتاً همه آنچه بر اقتصاد کشورها اثرگذار هست بر بازار فارکس هم اثرگذار هست. منظورم شاخصهایی که در اقتصاد کلان داریم مثل جی دی پی یا نرخ رشد اقتصادی که بیانگر رشد جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی هست، همچنین نرخ تورم و شاخصهای دیگه که در ادامه مختصراً توضیح خواهیم داد. و ما در بازار فارکس همونطوری که در این تصویر ملاحظه می‌کنید یه سری نقشه‌های حرارتی داریم که به ما داره نشون میده که مثلا یورو در برابر دلار آیا داره تضعیف میشه یا خیر، یا فرانک سوئیس در برابر یورو چه وضعیتی داره، و اینها به صورت یه نقشه حرارتی که با عموماً قرمز و سبز نشون داده میشه میتونه مبنای برای مقایسه ارز کشورهای مختلف باشه. و کارکردش هم به این ترتیب هستش که من میام اینجا ارزهایی رو سعی میکنم پیدا بکنم که پرنوسان‌تر هست یا دارای روند هست. مثلا اینجا وقتی این قرمز پررنگ رو میبینم مشخصه که آزی کد یا اصطلاحاً این آزی آیودی یا دلار استرالیا هست، و این به ما این رو داره میگه که در یه فضای روند نزولی قرار گرفته و میتونه برای ما معاملات در راستای روند رو داشته باشه. در ادامه این نکته هم حائز اهمیت که بدونیم عموماً ساعات فعالیت بازار همونطور که ملاحظه می‌کنید از شرق کره زمین یعنی از بازار سیدنی یا استرالیا آغاز میشه و این ادامه پیدا می‌کنه تا مجدد برمیگرده و در واقع با توجه به طلوع خورشید برمیگرده به همین ناحیه و این بازار بی‌وقفه و 24 ساعته فعال هست. اما عمده حجم معاملات بازار در زمان بازار لندن تا انتهای نیویورک هست و باز در تایمی که بازار لندن و نیویورک به صورت همزمان باز هست، باز حجم معاملات بسیار بالاتر هستش. پس ما در بازار فارکس با یه بازار 24 ساعته مواجه هستیم و سعی می‌کنیم در ساعاتی معامله کنیم که نقدینگی و حجم معاملات بالاتر هست و نرخ‌ها نرخ‌های معتبرتری هستند که این معادل همپوشانی لندن و نیویورک هستش. در ادامه آموزش به اصطلاحات رایج در بازار می‌پردازیم. برای فعالیت در بازار فارکس باید با یه سری از اصطلاحات و مفاهیم آشنا باشیم. اولین مفهوم، مفهومی تحت عنوان اهرم هست. اهرم در واقع یک ابزاریه که بروکرها یا کارگزاری‌های بازار فارکس در اختیار معامله‌گران خرد قرار میدن برای اینکه بتونن به عنوان مثال با یه سرمایه 100 دلاری وارد معاملاتی به ارزش مثلا 10,000 دلار بشن و این موضوع میتونه سود و زیان مضاعفی رو برای سرمایه گذاران خرد ایجاد بکنه و در واقع یکی از جذابیت های بازار فارکس است. اینکه من بتونم به عنوان مثال با یه سرمایه 100 دلاری وارد معاملات 10,000 دلاری بشم و در سود و زیان اون معامله شریک بشم و این موضوع یکی از جذابیت های این بازار هست. اسامی جفت ارزها و استاندارد مربوطش رو توضیح دادم. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنم حتما به استاندارد 4217 ایزو مراجعه کنید. همچنین ما در بازار فارکس با دو قیمت مواجه هستیم، یکی قیمت بیت و یکی هم قیمت اسک. برای هر جفت از هر کارگزاری یا بروکر اصطلاحاً این دو قیمت رو در اختیار شما قرار میده. ما برای خرید از قیمت اسک استفاده میکنیم. در واقع قیمت اسک قیمتیه که فروشندگان بازار با اون قیمت حاضرن اون ارز یا دارایی یا قرارداد رو به ما بفروشن. بنابراین خرید ما با قیمت اسک انجام میشه و فروش ما با قیمت بید. از دیگر اصطلاحات این بازار بایستی به لات یا حجم پوزیشن اشاره بکنم. به عنوان مثال وقتی که من میگم یک لات در یورو دلار معامله خرید باز کردم یا اصطلاحاً پوزیشن بای گرفتم، به این معناست که من 100,000 یورو رو خریدم و در ازاش دلار پرداخت کردم. بنابراین هر چقدر که یورو
بره بالا در برابر دلار، من اینجا سود میکنم و به اندازه حجم پوزیشنم، یعنی به اندازه 100,000. و اینجا مفهوم اهرم هم میتونه وارد بشه. به عنوان مثال، من اگر اهرم 100 رو داشته باشم، برای ورود به معامله‌ای با حجم 1 لات نیازمند 1/100 ارزش اون معامله هستم. در ادامه به مفهوم پیپ، پوینت و پیپت اشاره میکنم. پوینت و پیپت در واقع کوچکترین واحد برای اندازه‌گیری ارزش هر ارز هستش. رقم 5 اعشار رو اصطلاحاً پوینت یا پیپت میگیم، که بعد میریم جلوتر روی نمودار قیمت این رو خدمتون مفصل‌تر توضیح میدم. و پیپ هم 4 واحد اعشار از نرخ ها هست. و مفهوم دیگه بحث سواب یا بهره شبانه هست که ما در این بازار باهاش مواجه هستیم. سواب یا بهره شبانه بیانگر اختلاف بین نرخ بهره بانک‌های مرکزی دو کشور مبدأ و مقصد در یک جفت ارز است. مثلا اگر من یورو دلار رو دارم بررسی می‌کنم و می‌خوام روی اون معامله باز بکنم، باید توجه بکنم که بانک مرکزی در اتحادیه اروپا در مقایسه با فدرال رزرو آمریکا چه میزان بهره میگیرند. اختلاف این دوتا بهره، مثلا اگر فدرال رزرو نرخ بهره 3% رو داره یا 4% رو داره و در مقابل بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره مثلا 2% رو داره، اختلاف بین این دو بنگر سواب هست. اگر من معامله ای رو به مدت 1 شبانه روز باز نگه دارم، سواب یکی از هزینه هایی که به این معامله تحمیل میشه و ممکن هم هستش که با توجه به نوع پوزیشن من و نوع معامله من که خرید باشه یا فروش، این به عنوان هزینه و یا به عنوان سود شناسایی بشه که روی نمودار این رو بهتر توضیح میدم. همونطوری که اینجا در این تصویر ملاحظه میکنید، من دارم یورو دلار، پوند دلار و امثال هم رو اینجا میبینم. این قسمت که 4 واحد اعشار هست رو اصطلاحاً میگیم پیپ و در برخی از کارگزاری ها ما 5 رقم رو هم میتونیم ببینیم که اصطلاحاً به اون میگیم پیپت یا پوینت. این در واقع نکته اولی بود که لازم بود به شما عرض بکنم. اما بعضی از این ارزها مخفف‌های محاوره‌ای دیگری هم دارن. مثلا ما اصطلاحاً به آیودی که دلار استرالیا هست میگیم آزی، یا به CHF که فرانک سوئیس هست میگیم چف، یا به NZD که دلار نیوزلند هست میگیم کیوی. و این رو میتونید با جستجو در فضای اینترنت بهش دست پیدا کنید. این نکته رو هم اضافه کنم که ما برای دستیابی به این فضا بایستی وارد وبسایت فینویز بشیم و یکی دیگه از سایت‌های پرکاربرد برای بازار فارکس وبسایت تریدینگ ویو هست که عمدتاً برای تحلیل‌ها استفاده میشه. همچنین یک فضای تحت عنوان فارکس اسکرینر داره که اون هم مورد کاربرد و مورد استفاده هست. همونطوری که اینجا ملاحظه می‌کنید، من دارم نمودار یورو دلار رو می‌بینم. بازار فارکس یکی دیگه از جذابیت‌هایی که داره اینه که یک بازار دو طرفه است، یعنی هم من می‌تونم از نزول قیمت‌ها سود ببرم و هم از صعود قیمت‌ها. در واقع می‌تونم پوزیشن بای یا خرید یا پوزیشن سل داشته باشم. وقتی که من روی یورو دلار پوزیشن بای دارم، یعنی خریدار هستم، یعنی یورو رو خریدم و دلار رو فروختم، برابر هر چقدر یورو بره بالا من سود میبرم. از طرف دیگه اگر من روی یورو دلار پوزیشن سل یا فروش بگیرم، به این معناست که یورو رو فروختم و دلار رو خریدم. پس هر چقدر که دلار در واقع تقویت بشه و یورو نزول پیدا کنه، یعنی نرخ نزولی بشه، من وارد سود میشم. و این نکته از اهمیتی که بدونیم در بازار فارکس فقط جفت ارزها معامله نمیشن. ما با ثبت نام در هر کارگزاری یا بروکر میتونیم به قراردادهای CFD هم دست پیدا کنیم. به عنوان مثال قراردادهای CFD طلا که میتونیم اونس طلا رو خرید و فروش کنیم، یا نفت برنت رو خرید و فروش کنیم، یا شاخصهای مهم مثل نزدک، داو جونز و یا نیکی ژاپن و امثال هم رو هم خرید و فروش بکنیم، که در واقع این قراردادها رفتاری معادل اون شاخصها دارن و ما میتونیم با خرید و فروش روی اینها در سود و زیان در واقع حرکت قیمت اینها شریک بشیم. در ادامه آموزش من به معرفی انواع شیوه های تحلیلی در این بازار خواهم پرداخت. ما برای تحلیل و معامله در بازار فارکس شیوه ها و متدولوژی های متنوعی داریم. همه اینها رو میتونیم در 3 دسته کلی تقسیم بندی کنیم. دسته اول
تحلیل تکنیکال و سبک‌های مختلفی که در این نوع از تحلیل وجود داره هست. در تحلیل تکنیکال ما میایم و فقط نمودار قیمت و حجم معاملات رو تحلیل میکنیم، حالا با سبک‌هایی مثل پرایس اکشن که باز خودش زیر مجموعه‌هایی مثل لنس بیگز، البروکس و امثال هم داره، و یا سبک‌های دیگه مثل امواج الیوت و یا تکنیکال کلاسیک یا الگوهای هارمونیک، و همه اینها میتونیم بهره‌مند بشیم و با استفاده از این سبک‌ها بازار رو تحلیل کنیم و اقدام به گرفتن پوزیشن کنیم. اما نحوه دیگه تحلیل استفاده از تحلیل بنیادی هست، که در واقع تحلیل بنیادی در بازار فارکس که ما داریم پول کشورها یا ارزها رو با هم مقایسه میکنیم، قاعدتا نیازمند دانش اقتصاد کلان و شناخت سیاستهای پولی و مالی هست و ما بایستی بتونیم اخبار اقتصادی پیرامون این سیاست ها و شاخص های اقتصادی مهم رو تحلیل کنیم. یعنی مثلا بدونیم تورم چیه، CPI چیه اصطلاحاً، و یا شاخص های دیگه مثل GDP و امثال هم رو بشناسیم. شاخص های دیگری هم هست که در یک دسته بندی میتونه مورد تحلیل قرار بگیره و به این ترتیب بتونیم به این جمع بندی برسیم که آیا اقتصاد یک کشور در مقابل اقتصاد کشور دیگه در حال تقویت هست یا در حال تضعیف، و با توجه به این تحلیل خودمون اقدام به گرفتن پوزیشن کنیم. اما شیوه دیگری که اخیراً، یعنی در حدود 15 سال اخیر بسیار شایع شده و بسیار هم اثر بخش هست، تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی هستش که میتونه در برگیرنده شیوه های تکنیکال بنیادی و همچنین یادگیری ماشین باشه که بسیار مؤثر هست و در واقع مرز دانش در این فضا در این حوزه تعریف میشه. در ادامه این آموزش من به معرفی تقویم‌های اقتصادی به عنوان یکی از اجزای بسیار بسیار مهم که هر فعال بازار فارکس باید با اون آشنا باشه خواهم پرداخت.